سلام خوش اومدید به کلاس درس تو این ویدیو میخوایم با همدیگه یک قضیه بسیار مهم برای محاسبه حدهای مختلف رو یاد بگیریم قضیه‌ای که معروف هست به قضیه فشردگی که البته اسم خیلی جالب قضیه ساندویچ رو هم به این قضیه دادن و حالا به زودی با یک مثال خواهیم دید که چرا این اسم ساندویچ اسم خیلی خیلی مناسبی هست اتفاقا برای این قضیه و من قصد ندارم این قضیه رو براتون اثبات بکنم فقط صورتش رو میگم به این علت که بسیار بسیار شهودی و قابل درک هست و من میخوام با یک مثال شروع بکنم اصلا و این مثال به ما کمک میکنه که البته کمی اطلاعات عمومیمون راجع به صنعت هواپیمایی رو هم بالا ببریم خب حتما میدونید که یکی از دو شرکت هواپیمایی بزرگ جهان که هواپیما میسازن شرکت ایرباس هست خیلی از هواپیمایی که در جهان پرواز میکنن مال این شرکت ایرباس هستن که یک شرکت فرانسوی هست این شرکت محصولات مختلفی داره و اکثر اونها اسمشون A یه چیزی هست مثلا A380, A340 هواپیماهای مختلفی میسازه و آخرین هواپیمایی که این شرکت ساخته هواپیمای A380 هست یک هواپیمای دو طبقه که من پیچ وقت سوارش نشدم اما هواپیمای بسیار بسیار بزرگ و جالبی هست حالا فرض بکنید یک سوال برای شما پیش اومده و تا حالا هم سوار این هواپیما نشدید و هیچ اطلاعاتی راجع به این هواپیما ندارین و سوالی که دارید اینه که حد بالای سرعت هواپیمای A380 چقدر هست خب فرض بکنید که شما هیچ اطلاعاتی راجع به این ندارید اما یک مهندس هوافضا در نزدیکی شما زندگی میکنه و اون مهندس هوافضا اطلاعات خیلی خوبی راجع به دو محصول دیگه شرکت ایرباس داره یعنی هم A340 رو خوب میشناسه این هواپیما رو پس من اینجا بنویسم که اگر شما نمیبینید بدونید این هواپیمای A340 ای هست و هم هواپیمای A370 رو خیلی خوب میشناسه و میتونه این دو هواپیما رو با ای 180 با توجه به ویژگی های دیگه a 180 مقایسه بکنه شما میرید پیشش و میگید که یک سوال من رو جواب بده و سوالی که ازش میپرسید اینه که آیا حد بالای سرعت ای 180 میتونه بیشتر از حد بالای سرعت a 340 باشه این مهندس هوافضا فکر میکنه و چون a 340 هواپیمای باریک و سبکتری هست و تعداد مسافر کمتری رو جابجا جا میکنه و با اطلاعات مختلف تعداد موتورها و غیره به شما میگه نه امکان نداره این اتفاق بیفته بنابراین شما میفهمید که حد بالای سرعت A380 حتما کمتر از A340 همین سوال رو در مورد A370 هم می پرسید و این مهندس باز فکر میکنه میگه خب A370 هم دو طبقه بود اما تکنولوژیش ضعیفتر بود از A380 بنابراین امکان نداره که حد سرعت A370 بیشتر باشه از این محصول جدیده و بنابراین شما رو مطمئن میکنه که حد بالای سرعت a 380 حتما بین این دو هواپیما قرار داره اما شما میرید در اینترنت در گوگل جستجو میکنید و میبینید که حد بالای سرعت a 340 مثلا این اعداد رو من دارم خودم الان میسازم مثلا 1200 کیلومتر بر ساعت هست و حد بالای سرعت a 370 اون هم 1200 کیلومتر بر ساعت هست شما چه نتیجه ای می گیرید؟ من مطمئنم که همتون الان بلا فاصله این نتیجه رو میگیرید که حد بالای سرعت A380 هم چاره ای نداره جز اینکه که 1200 کیلومتر بر ساعت باشه چرا؟ چون این عدد این حد بالا باید حتما کمتر از این عدد باشه و حتما بیشتر از این عدد باشه و چاره ای نداره که با این دو عدد برابر باشه تا این, تا این دو نامساوی بتونن برقرار باشن بنابراین شما میتونید ببینید که اینجا حد بالای سرعت ای فشرده شده یا به صورت ساندویچ بین این دو قرار گرفته و در نتیجه شما میتونید یک چنین نتیجه ای رو بگیرید خب حالا بعد از این مثال طولانی من میتونم برم سراغ قضیه فشردگی در ریاضیات برای این کار من اول از همه میخوام یک تعریف خیلی خیلی ساده رو برای شما ارائه بدم فرض بکنید که این محور x های من هست و این هم یک نقطه ای روی محور x های من هست که مقدارش هست a مثلا 5 4 هر چقدر دوست دارید من میام و به این و به یک بازه اطراف این نقطه مثلا یک همچین بازه ای که خود این نقطه جزءش نیست پس خود این نقطه جزش نیست اما همه این اطرافش حالا این اطراف رو میتونید بزرگ یا کوچیک بکنید الان من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم به یک چنین بازه ای که خود اون نقطه رو نداره میگم یک همسایگی محذوف یک همسایگی محذوف نقطه ای و اون رو مثلا میام الان با n A نشون میدم بنابراین یک همسایگی محذوف نقطه A رو من میام با N یا نیبرهود A نشون میدم حالا من میتونم بیام و قضیه فشردگی رو به صورت کاملا رسمی برای شما تعریف بکنم من میگم فرض بکنید که شما میخواید حد X به سمت A یک تابع Fx رو به دست بیارید و چی رو میدونید شما؟ شما میدونید که تابع Fx به ازای هر x متعلق به n a یعنی به ازای همه x هایی که متعلقن به همسایگی محذوف نقطه a ای، همه x هایی که اطراف نقطه a و نزدیک نزدیک نقطه a هستند تابع f من این ویژگی رو داره که اولا از h x حتما بزرگتر مقدارش در اون نقاط اطراف a و ثانیا حتما از یک تابع g x دیگه ای کمتره خب هر دو تابعی که شما بتونید پیدا بکنید که این ویژگی رو داشته باشن در قضیه فشردگی صدق میکنن حالا اگر من بدونم که اولا این اتفاق داره میافته و سانیان حد x به سمت a h x مساوی هست با حد x به سمت a j x و این مساوی هست با یک مقدار الی در این صورت من از این دوتا میتونم نتیجه بگیرم که حد x به سمت ای اف ایکس هم مساوی هست با ال چرا این اتفاق افتاد؟ خب من الان گفتم که حد x به سمت A جه ایکس هست ال طبق این ویژه گه دوم حق حد x به سمت ای اچ ایکس هم هست ال و از طرفی اف ایکس در اطراف A در یک همسایگی محذوف نقطه a ساندویچ شده بین hx و jx و, و امکان نداره که از jx اولا بیشتر باشه و ثانیا از hx کمتر باشه بنابراین من نتیجه میگیرم که حد این تابه هم در نزدیکی های نقطه a ای وقتی x خیلی خیلی نزدیک میشه به a حتما باید برابر با L باشه ما به این قضیه میگیم قضیه فشردگی یا ساندویچ خب خیلی هم خوب من میخواستم یک مثال هم حل بکنم اما میترسم که ویدئو یهو بشه 12 13 دقیقه 15 دقیقه و شما حوصلتون سر بره پس این مثال رو میذارم در ویدئو بعد حل میکنم شاید اصلا دو مثال حل کردیم پس در ویدئو بعد قضیه فشردگی رو با هم ادامه میدیم